خب منظور هاجی همه وایسادن رنگ منم میدونم میدونم طریق چی طریق تورنمنت نه خود خود تیم میتونن وایسن. اوکی اوکی ارفان جون داداشم میخوام کلیشه‌ای ترین سوال ممکنه بکنم، چه حسی دارید بعد از این؟ آقا کلیشه رو قلیل سوختی فکر کردم. آره یه سوال کلیشه‌ای ازت پرسیدم آقا، جدی حلال باشه سوال ندارم، دست درد نکنه، واقعا مرسی خیلی زحمت کشیدین، آفرین، حلالتون باشه، باریکلا. بازی‌های بعدیتون میشه فردا شروع میشه؟ فردا اوپنینگ سرمونیه، نمیدونم که بازی هم فردا شروع میشه یا نه، ولی فکر نمی کنم از فردا شروع شه. اوکی. فردا جشن و باز شدن خود آرنای اصلی و این چیزاست که خیلی دوست داشتیم بهش برسیم، یعنی تا الان گولمون اون بود، یعنی بزرگترین گولمون اون بود. حالا گلای ریستارت داشتیم که مثل مپموفنت بود که اصلا گیم دو رو سر مپموفنت باختیم، حالا برسم استریم می کنم توضیح میدم. ایوه. ولی خب میگم فکر کنم از پس فردا دوباره بازی شروع شه، فکر میکنم روزی یه بازی لور برکت هم نداره، میخوریم به تیم دوم یکی از گروه ها که هنوز اطلاعات اونم ندارم، یعنی ندادن ها، اینطور نیستی من فقط نشته باشم، اطلاعاتشو ندادن، بریم زور خودمون رو میزنیم جلوی هر تیمی بخوریم. الان داشتم با دی ام حرف میزدم، دی ام میگفت ما واقعا توی آنالیز تیمای روبرو نیستیم خیلی، چون که همه تیما تاپ تیر نیستن، هیچ کدوم آره. تاپ تیر نیست. حالا اینو راجع به چینی ها هم داشت میگفت، خیلی دیگه پر رو اینو میگه. آره خیلی پر رو. ولی الان با اجری بازی دارم. ولی خب راست میگه. میگه ما اگه کار خودمون رو درست انجام بدیم، همون حرف خودمون دیگه. اگه کار خودمون رو درست انجام بدیم، واسمون فرقی نداره که دیگه جلومون کیه. ولی خب کار خودمون رو درست انجام نمیدیم یه موقعی. ایراد نداره. آره نه پیش میاد به هر حال، میگم انتظارا اگه مثلا بچه‌ها موقع چیزام بخاطر اینکه دوست دارن تیم ببره براشون سخته، من هم که الان اومدین رفتین تو استیج بعدی که میره توی لن و دیگه کامرا دارن و اینا، واقعا از خوشحالی در گوست خودم نمیپوستم، نمیدونم در کنج خودم نمیپوستم. آره واقعا حالتون باشه. برنامه سوال بعدی هم جواب دادی دیگه، میخواستم بگم آقا برنامه برای حالا تیمای بعدی چیه؟ اونا رو تازه میخوای بشین آنالیز کنین یا نه فقط میخواید اشتباهاتی که تو همین مچا داشتین رو ببینین، همینا رو فیکس کنین، حالا از لینینگ و مپ موومنت و اینا؟ ای بابا یه لحظه بس، یه لحظه بس عزیز، اگه امکانش هست یه 5 6 دقیقه پایین واسیم، من هزینه بیشتری هم بهتون میدم برای ویتینگ، واقعا ببخشید من یه ذره طول میکشه تا بتونم بیام پایین، ولی میام، معذرت. نه نه الان اصلا میام پایین خودم، یه فقط 5 دقیقه بیشتر واسیم من اوکیش میکنم، معذرت میخوام، معذرت میخوام خدا نمیدونم. دول بایو ویت. اوکی برام بسته آورده بودم، معذرت میخوام. همین گفتم میخوای اشتباه خودتون رو بیشتر بشینی پیدا کنی یا میشینی آنالیز تیمای حریف و اینا؟ ما از اون موقعی که گفتم از اون سه تا موف دو تاشو در آورد، سه تاشو در آوردیم، ولی خب هنوز تو ناخودآگاهمون نیست. بابا دست دوم اونجا که ترولو پشت صدای من داری؟ آره 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 همین دست دوم اونجا که ترولو تو لاین میت کشتیم که روبیکمون هم سعی کرد با اسپیر فرارش بده، رفتیم مید لین گلیفو گرفتیم، بعد یهو یکی از بچه‌ها تیپی کرد پایین، یکی تیپی کرد بیس. ما خیلی راجع به کنترل کردن ایریایی که داریم، چه عقبیم چه جلویم صحبت کردیم. اوکی. بعد اومدن بیس، اونا زنده شدن، اونا رفتن روشن. مووا رو تمرین کردیم، مثلا مووا رو تو مینی مپ ببینی مپ هولد میکنیم دیگه، اسموک نمیریم واسه کشتن، همون روشنی ها میگه که سر دقیقه 30 زدن، یعنی قبل از اینکه بیاد پایین همونجا گیر آوردن زدن، ترون یه لاین میت گرفتیم کشتیم رفتیم های گرانده میت گیلی، بعد ریسپان شد همون رو رفتن روشن، تو 20 ثانیه زدن آره. روشن رو فکر شما فکر میکنین روشن میاد پایین ولی قبل اون زدن تو 20 ثانیه. ما فقط فراموش کردیم این مپ موومنت رو چون تازه یاد گرفتیم و سخت. ببین مپ موومنت این حرف خودت یه سری زدی، گفتی آدم مثلا ساپورت پلیر کری هم بازی کنه اوایل شبیه ساپورت تو مپ را میره، عوض کردن پترن موومنت توی مپ سخت ترین کاریه که به عنوان پلیر انجام داد. بله بله. بعد الان چون واسه هر 5 تاشون این قضیه عوض شده، از 5 صحنه 3 تا صحنه درست انجام میدن، 2 تاشو غلط انجام میدن. آره و اینکه این درست میشه، این یعنی اصلا تو بگو ما این تورنمنت رو دیگه ببازیم، نمیگم شل میگیریم ها، ولی این مو وقتی اومد تو ناخودآگاه بچه‌ها که دیگه من چون من اینو تو اسکریم ها هی انقدر بهشون گفتم گفتم گفتم، من تو اسکریم میشستم بغلشون، من میگفتم که اینا بره تو مغزشون بره تو ناخودآگاهشون، انقدر گفتم الان تو گیم میبینم کچل داره میگه، مایکی داره میگه، لیمی داره، اصلا دیگه بدون اینکه کسی بگه همشون میرن جای درست، ولی یه موقعی با سر استرس هیجان
گاف میدیم آره آره برمیگردیم عقب، مپ علکی میدیم. منظور دیگه اون تایمی که اسموک بریم واسه کیل گرفتن، یا تو اون ریپلی داشتم نشون میدادم اسموک رفتیم نیچر یه دونه کشتیم، آره فالکون یه دونه نیچر داشت، اسم گفتم خنجر به آره کشیدیم نیچر کشتیم. اینا درست شده. عقب افتادیم هم باز یاد گرفتیم مپو چی کار کنیم، ولی از لحاظ استیبیلیتی ساپامون خودشون نیستن. فضا عوض شده، جا عوض شده، تایم بازی ها سر صبح عادت ندارن. با وجود اینکه از 15 روز پیش درخواست کردم که دولبایوبس شب بخوابید، احمقا شب بخوابید صبح باشید بدنتون عادت کنه. حالا میگم احمقا شوخی میکنم، میدونم یا خودمونی تره، ولی خب دارم میبینم بچه های کم آوردن. این استیبیلیتی رو الان باید توی این یکی دو روز بتونم فیکس کنم و حتی شده تورنمنت رو فورس کنیم somehow سوسکیتور که بازی های ما بیفته بعد از اون. چون میگم این بازی دوتا ساپ من نیست، دوتا ساپ من خیلی قوی تر از اینه، این بازی دوتا ساپ من نیست و میدونم این از استیبیلیتی بعدم میاد. دو تا سوال دارم عرفان بعدش بری. یکی این که پیک ریزور لسبیکو ما تا حالا از کسرا نیده بودیم، اینو پاکت استرات داشتین تو جیب نشون نداده بودین، یا این که همینجوری کسرا یهویی این از اون حالتاست که دیگه فازشو داشت. پیک کانفرتینا نداریم، پیک کانفرت جواب نمیده و این که چون تیمبر مید لینه دیگه پیک کانفرت جواب نمیده، هیرو جدید پیک میکنیم ان شاء الله که باهاش خوب بازی کنیم. خب این هیرو جدید کال تو بود یا کسرا بود؟ کال همه بود. خیلی دوستش داشتم ریزور، عجیب بود برام خیلی. آره این یارو که تیمبر رو کشید، همینطوری بودیم که خب بیا آقا من الان تیمبر بند ندادم دیگه، جاش گفتی چن بند دادیم، اوکی هم هست. الان تیمبر رو چیکار کنیم؟ فکر کنید راجبش، همگی بگید تو درف یهو راه حل بدیم. آره از اون موقع، یعنی از بعد دو تا بند اونا تو فیز دوم همه داشتن ریزور رو میگفتن دیگه، من فقط وایسته بودم کسرا کانفرم کنه. خود کسرا اینطوری بود که فان ریزور برم، اینطوری بودم که کسرا ریزور اگه بری خوب بازی کنی میبریم، گفت بده میرم زورا میزنم، هم اینطوری بودن ریزور بود. خیلی خوب بازی کرد کسرا، حلالش باشه. سوال آخرم این که گیم اول کال ترون و بچه ها چجوری دادن؟ یعنی به نظر خودت بعد ترون میرفتن یا بعد سورمگا؟ آه نیستی پشتشون، خودت هم فکر میکنی سورمگا درست بود؟ ولی خب باهاشون حرف زدم، کال اولین ترونی که رفته بودن و خود لیمی اینطوری بود که من میرم رو ترون گلیفشون رو میگیرم، بعد همین کارم کرد، رفت گلیفشون رو گرفت، بعد دوباره همه با هم نمیدونم واقعا کالو کی داده، ولی خب همه خوب استفاده کردن. پس تو هم نظرت این بود که بعد سورمگا میرفتن چون 50 ثانیه وقت داشتن؟ ببین اون اولین باری که رفتیم ترون رو بزنیم لاین بالا رو مگا کردیم، همون دیگه اولین بار کلشون مرده بود، آی بک هم نداشت، همون اولین بار رو داری میگی؟ آره اونجا که بازی تموم شده داری میگی؟ نه اولین بار چیزی که من میدونم، مثل این که بچه ها همه با هم هماهنگ نبودن، یکی میخواسته ترون بزنه یکی میترسیده، چون ما راجع به این توی تمرین ها حرف زدیم بچه ها کال ریسکی سخت حد الامکان ایگنور میشه، مگه اینکه تنها مووهمون باشه، آره مگه اینکه تنها آپشنمون باشه، و یعنی آقا مثلا یه لاین زدیم مگاه کردیم بکشید عقب روشن رو سکیور کنیم، این لاین 10 دقیقه دیگه جمع میکنیم، دنبالمون نکردن که. بعد تو آنالیز چیز دیدی که اون تیکه ای که با ترول رفتیم رو ترول رو من نشون دادم که ترول اگروش از رو ترول ورداشته نمیشه، اونا بعدم ببینی، بعدم ببینی میفهمی چی شد سر تهنه ترول بردین. هیچکی نفهمیده شما چجوری بردین گیم یکو، یک در میلیون حالت وجود داشت که شما اون یک در میلیون براتون اتفاق افتاد بردین، وگرنه گیم یکم روز بود. فقط یه حالت داره که ترول بیلدینگ رو با 6 بزنه، اونم این که کلیک کنه رو بیلدینگ 6 بزنه. خب هر حالت دیگه ای بشه ترول برمیگرده هیرو میزنه، بیلدینگ نمیزنه. این خیلی وقت است، این کارو میراکل 3 سال پیش کرد. نه آره اگه از رنج خارجش کنن، نه هم دیسیبلش کنن، یه جوری تارگت شو عوض کنن، دیگه برنمیگرده رو ترول میبازین همینا. تو ویژنش رنجش نمیدونم تا چه رنجی. همه رو تست کردیم، ببین همه رو تست کردیم، اصلا واقعا یک حالت عجیب غریبیه. گیم 2 هم بچه‌ها باختن، چطوری ریسیت کردین؟ اینم به من بگو بریم. گیم 2 بچه ها باختن، هر کیو به حال خودش ول کردم، شاید باورت نشه، خودشون ریسیت کردن. یعنی دیگه اصلا گفتم بیگ تاک که کنسله، با هر کدومشون حرف زدم راجع به چیزایی که رو مخشون بود، بهشون گفتم چون خیلی گیم زشتی تک بود. تک تک صحبت خیلی گیم زشتی بود. گیم خیلی راحت می بردیم، سر اون اوت پوستر دو تا تیپی که کردیم خراب شد. ولی این که همه میدونیم چرا داریم میبازیم خیلی خوبه. این اصلا اینطوری بهت بگم، انگار دیگه ریست لازم نیست،
وقتی میدونی سر چی باختی، وقتی میدونی بله. سر چی بردی. این بار دیگه ریست لازم نیست. و میگم این کارم بوت کمپ کرد دیگه، یعنی اینکه دوره هم بابا من پشمام از این لیمی ریخته نریم. این موو من این همه سال دارم میگم، به این الان گفتم 2 ساعت بعدش تو بازی اجراش کرد، 3 ساعت بعدش خوش ریپلی دید، 4 ساعت بعدش اومد تو بازی لید داد به بچه‌ها و همه میگفت. اینطوری بودم که وای هوجی تو چه پلیر باهوشی. دولبایو واقعا هم بهش میگم دولبایو خوش بهم یاد داده. آفرین ارفان، خیلی دوستت داریم، واقعا ممنونم که اینقدر زحمت میکشی برای تیم و موفق باشین، هم خودت هم به بقیه بچه ها سلام برسون. من سعی میکنم با بقیه بچه هم کال کنم، الان میدونم بعد برین دیگه، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. مرسی وقت گذاشتی. بعد چمده داشتم میرم، حالا میگم این بازی ها رو برگردم تو استریم دوباره مثل همون بازی با فالکون توضیح میدم که پیر پیر کسچر به من نگید چرا بلات سیکر کشیدی. آره این دوباره این پروژه رو داریم. به به، آره همه منتظرن، اصلا منتظر ویدیو یه ساعتن، میگم آره. ما دوباره یه ساعت آنالیز میخوایم، بعدم منم روش ریاکت میرم ساده میکنم. عالی داداش، بزن قدش. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم. ندید سنگ میزنید هوامون رو، بزن قدش، خوشحالمون میکنید، توصیه میدین، واقعا دمتون گرم. چون که قبلا واقعا اینطوری نبود، قبلا ما میباختیم اصلا هیچ کی، اصلا چه میباختیم چه میبردیم، همه دایرکتامون چرت و پرت بود. یعنی اصلا ما الان قبل اینکه بریم تو بازی بچه ها پیه میدن، روحیه میدن، میبازیم روحیه میدن، میبریم روحیه میدیم، این روحیه میدن، 4 نفر هم میبازیم دو دیستیل و بلیستیل میکشی، چیز چه بلوستیکل میکشی، باید بیان دارن کسش رو نگن. دست باش. ولی واقعا دمتون گرم. کامرا منو داری؟ این خیلی خوشحال کننده است. جان میام کامرا من الان داری؟ ببخشید من حواسم نبود، فکر کنم کامرا رو دارم به سمت بچه‌ها، نت خراب شد. برو برو، من فقط پاک خدافظی میکنم، بزن قدش جیگر، واقعا حلالت باشه، بوس بهت فعلا خدا. یه رخی هم از هتل دادی بهمون. آره یه بی اس تو سکیو زاین برام بدن. برو برو. آ این ور. دست خوش. دست خوش، دست خوش. خدافظ، خدافظ. زد.